سال هاست که این گونه تافته جدا بافته در کنار سرک ها، دکان ها و جوی ها افتادند. اما هیچ روزنه نتوانسته است برای این مریضان امید بخش باشد. مقام های محلی هرات به تازگی روند تداوی نفرات را شروع کردند. دلته چې نن کوم کسان پارغیږي یا تداوی سوی د درملنې سوی نن خپل خانواده ته په حدودو کې د 500 او 600 داسې کسان دي. نو دا هغه کسان دي چې دوی میاشتې مخکې موږ راجمع کړي وه، د دو سره نور کسان هم وه. تقریبا په دې حدودو کې د دې دوی میاشتې موږ 1500 کسان تر داسې راجمع کړي دي او هغه مو دلته د تداوی درملنه روانه ده. آمار معتادان به مواد مخدر در این ولایت هر روز رو به افزایش است. مقام های محلی هرات در مرحله اول تنها 1000 تن را زیر تداوی قرار داده است. قرار است که این روند همچنان ادامه داشته باشد. پروسه جواری معتادین خیابانی آغاز شده و تا فعلا بالا 1300 تن از معتادین جواری شده و در مکانی که فعلا ما شما وجود داریم نگهداری میشن. از ابتدای جمع‌آوری تیم های ساعت عامه به شکل نوکریوالی از طرف روز و شب آمدن و برای معتادین خدمات ارائه کردند. این تعداد از معتادان که تازه از بند اعتیاد رها شدند میخواهند زندگی نو را آغاز کنند. افرادی که سالها بدور از خانواده در گوشه از شهر افتاده بودند. 4 روز یا 5 روز میشه که ما همینجا هستیم. من نه مواد مخدر دیدیم همینجا، نه کسی اسم گرفته. فقط همینجا که هستیم در جا حتی یک قرص هم نخوردیم. خدای برای عمل بعد آخر عمل عزیز خدای سوزی خود عزیز عمل در بکشم مثل ما بتونی زندگی شو خدا نه درد داره نه هیچی. بر اساس آمارهایی که در سالهای گذشته ارائه شده است، در هرات بیش از 70,000 معتاد به مواد مخدر وجود دارند. تغییر این وضعیت نیاز به برنامه های کلان ملی دارد تا بتواند این زخم ناسور را درمان کند.